سلام، روزتون و شبتون بخیر. ساعت الان 3:30 روز 23 سپتامبر، فکر میکنم اول مهر باشه، اول مهر 94، 23 سپتامبر 2015 چهارشنبه است. امروز از سری وای پروگرام جلسه دومش رو، در واقع ویدیوی دوم وای پروگرام رو دارم ضبط میکنم و ادامه سشن قبلی وای اسمبلی لنگویج، حالا وایش رو هر معنی که میخواین میتونید برداشت کنید. جلسه قبل در مورد دیزاین ISA مون، اینستراکشن ست آرکیتکچر مون صحبت کردیم و اینکه چه شکلی هست ماشینمون و اسمبلیمون تقریبا چه شکلیه. اگه یادتون باشه یه برنامه کوچیک اسمبلی هم نوشتیم برای اینکه بدونیم هدفمون چیه. گرامرمون رو تعریف کردیم از زبانمون و برای اینکه بدونیم که اسمبلیمون چه شکلی میخواد بشه. خطا خدمت پاک کنم که همش توی صفحه جا بشه. یه برنامه برای محاسبه عدد انوم فیبوناچی هم نوشتیم. یه چند تا از اینستراکشن هایی که لازم داریم توی ماشینمون اینجا در اومد. احتمالاً یه تعداد خیلی زیاد اینستراکشن دیگه هم لازم داریم، دیتا تایپ های دیگه لازم داریم، ولی میخوایم امروز کد نویسی رو شروع کنیم روی از خوندن اینپوت لکسیکال انالیسیس شروع کنیم. من خیلی وقت ندارم، احتمالاً جلسه امروز دو ساعت نباید دو ساعت بشه، باید حدود یک ساعت و نیم باید بشه. برای همین میرم سراغ کد نویسی. کدمو من یه کمی میخوام ساده‌تر بنویسم، فایل‌های مختلف و اینجور چیزا نمیخوام داشته باشم. فعلا از یه فایل شروع میکنم، همه رو تو یه فایل مینویسم تا ببینیم که چی میشه فعلا. خب اولین کاری که باید بکنم یه ابستراکشنی میخوام برای اینکه اینپوتم رو بخونم. برای اینکه اینپوتم رو بخونم یه کلاسی تعریف میکنم به اسم اینپوت استریم. کلاس اینپوت استریم من ابستراکت خواهد بود. وظیفه کلاس اینپوت استریم فقط اینه که یه حالا فایل یا استرینگ یا هر چیزی رو بخونه، فقط همین، کاراکتر به کاراکتر بخونه و تحویل لایه بالاتر بده. لایه های من اینجوری خواهد بود که یه اینپوت استریم دارم. حالا این یه کلاس ویرچواله، برای همین یه ابستراکت کلاس در واقع، آره، برای همین یه نسخه اسکی فایل استریم اسمش اسکی فایلمون اسکی خواهد بود، ولی اسمش اسکی فایل استریم نمیذارم، که از اون بالای ارث میبره پابلیک اینپوت استریم و حالا به پابلیک و پرایوتش این هنوز اون ادیتور است. خب لایه بعدیمون که روی اینپوت استریم قرار میگیره لکسیکال انالیسیس مونه، کلاس لکسر. لکسر اینا هیچ کدوم ابستراکت دیگه نیستن، اینا کلاس های کانکریتی هن که خب روی لکسرمون یه کلاسی به اسم پارسر قرار میگیره که از این استفاده کنه. طبیعتاً از اونجایی که من یه کمی پارانویدم، چرا نمیدونم اینم که خب احتیاج به سری فانکشن دیفینیشن هم اینجا دارم، یه سری استراکت خیلی ساده می بالا میخوام، یه سری دیفاین هم احتمالاً میخوام، حتی اقل چون میخوام برای اینکه فانکشن هم واسم جدا کنه. فعلا کدمون این شکلیه، input stream، file stream، lexer، parser. احتمالا روی parser یه code generator خواهیم داشت، class code gen یا bytecode gen فرقی نمی کنه. public و private، این auto ایندنتش رو باید بردارم. اوتو ایندنتش کجاست؟ امیدوارم که یه جای نزدیک باشه، مثل اون دفعه نباشه. اوتو ایندنت، اوتو ایندنت، اوتو ایندنت،
پیست قطعا نباید باشه، کانفرم شد، این که مهم است، اعمال شد الان یعنی. آره خب کد جن روی اینه، این قسمتیه که برای فایل رایتر شاید لازم داشته باشم، احتمالاً فعلا کاری به اونا ندارم، اون یه ذره جلوتره. حالا یه کلاس دیگه میخوام، کلاس جدیتر، یه کلاس جدی دیگه میخوام برای اینکه این سیستم کار کنه، اسمش هم هست ارور ریپورتر. خوبه ارور ریپورتر، ریپورتر خوب، ارور ریپورتر. اینپوت استریم من یه اینپوت، دقت کنید که توی هر چیزی مثل کامپایلر ارور ریپورت کردن خیلی موضوع، ارور و ترک کردن ارورها و ریپورت ارورها خیلی کار جدیه، اصلا نمیتونیم در مورد این موضوع اهمال کنیم، باید خیلی جدی بگیریم موضوع رو. به خاطر همین من یک اینستنس از اون ارور ریپورترم به همه این کلاس های پایینتر پاس میدم، ارور ریپورتر، رفرنس، رپ ریپورتر. خب اینم که اینپوت استریم ویرچواله، ولی ویرچوال اینپوت استریم. فایل استریم من یه دونه ریپورتر میگیره، ولی همراهش یه دونه اسم فایل هم میگیره. من یه تایپی باید تعریف کنم به اسم تایپ دف using path مساویه استود استرینگ. فعلا با یونیکود و اینا کاری ندارم، همه اینا باید یونیکود باشن، ولی فعلا string مساویه است با استود استرینگ. اینپوت استریم من طبیعتا از اون ارث میبره فایل استریم، یه متغیر از نوع، یه دونه path میگیره constref. ما حالا فعلا اینجوری بگیرمش، پس constref path و یه دونم error reporter ref reporter. reporter رو چرا اشتباه نیستم، reporter. این از این، یک destructor هم طبیعتا داره فایل استریم. لکسرمون نسبتا راحت کار میکنه. لکسر یه دونه فایل استریم میگیره، یه دونه اینپوت استریم میگیره، اینپوت استریم میگیره اینپوت، و یه دونه هم ارور ریپورتر میگیره رفرنس ریپورتر. ریپورتر رو که همشون میگیرن به خاطر اینه که میخوان، شاید بخوایم ارورهاشون رو جای مختلف ریپورت کنیم، شاید یه ارور ریپورترهاشون فرق داشته باشه. و یه دونه هم دستراکتور داره. پارسرمون هم به همین شکل، بذارم این کپی بگیرم تنبلی بیداد میکنه، پارسرمون اینجا فقط میشه پارسر، به جای اینپوت استریم لکسر میگیره. و دستراکتورش هم اسمش هست پارس. چرا همه رو اشتباه میسم؟ من مچ دست چپم یه مقداری درد میکنه، به خاطر همین یه چیزی بستم مچ دست چپم، باعث میشه تایپ هم یه مقداری بدتر از همیشه بشه. همیشه خیلی تعریفی نداره، الان بدتر هم هست. کد جن رو فعلا در موردش صحبت نمی کنیم، فعلا مشکلات بالاتری داریم، مشکلات فوری تری داریم، فقط بدونید که کد جن اینجا هست و استفاده از اینا احتمالاً این شکلیه دیگه، که من یه دونه ارور ریپورتر تعریف میکنم رپ، حالا نمیدونم پارامتر چی داره این اصلا کانستراکتور، یه دونه این فایل اینپوت فایل استریم تعریف میکنم به اسم اینپوت با یه پارامترای سامپل دات یا و رپ. یه دونه لکسر تعریف میکنم، لکس لوتر نیست، این اینپوت و
رپ و یه دونه پارسر تعریف میکنم. بذار اینا رو لسپش اینجوری بذاریم، پارسر، لکسر و رپ. همونطوری که میبینید قاعدتا پارسر من یه متدی خواهد داشت به اسم پارس، مثلا پارس آل، و آخرش هم یه جوری همه ارورایی که توی ارور ریپورترم جمع شده رو باید ریپورت کنم. این یه ورکفلوی خالی دارم می‌نویسم برای اینکه بدونی تقریبا چه اتفاقی میفته توی فاز اول این اسمبلرمون. اتفاقی که میفته اینه که میگم for auto construct error record in rep dot reports. بذار هر کنم از اینا یه کاری بکن، مثلا error. حالا این فعلا نمیدونیم این شکلی report the error. اینجا هم یه فانکشن خواهیم داشت stud error. report یه تعداد report داریم rep dot count student del. فعلا هیچ کدوم وجود ندارن دیگه، به خاطر همین کلی کامپایلر رو میگیریم. الان بدن هم ندارن، هیچی ندارن. برای ارور ریپورتمون اول از همه یه مفهوم لوکیشن میخوایم. ارورامون یه جاهای اتفاق میفتن دیگه. لوکیشن های مختلف توی ورودیمون رو میخوایم نشون بدیم. لوکیشن های مختلف توی ورودیمون با استراکت باشه، کلاس باشه، کلاس لوکیشن پرایوت. لوکیشن های مختلف داریم. لوکیشن توی فایل ورودی یا توی ورودی کلن از فایل و ایناش میگذاریم، فقط داخل یه استریم میخواییم لوکیشن رو بدونیم. یکی شماره بایتشه، ام بایت. یکی اینت ام شماره لاینشه و اینت ام کالم. پس اینا رو هم میخوام بخونم، یعنی باید دسترسی به اینا هم داشته باشم. میگم int byte const int line const و int column. یه فانکشن دیگه تو لوکیشن میخوام. لوکیشن رو دقت کنید که هر کاراکتری که میخونم لوکیشن میره جلو دیگه، احتمالاً بعضی وقتا لاینش هم عوض میشه، کالمش صفر میشه، از اینجور اتفاقا میفته. پس یه فانکشن دیگه میخوام به اسم فید مثلا، که بذارید کاراکترم رو تعریف کنم تایپش. using char سابیه کاراکتر. اینا رو برای این دارم می‌نویسم اگه یه روزی خواستیم یونیکد بشیم یا هر چی بتونیم. به هر حال اینجوری تمیزتره. فید یه دونه کاراکتر میگیره سی و لوکیشن رو آپدیت می‌کنه برای اون کاراکتر. آره اینا رو به این لاین کردنش فعلا کاری ندارم، اینا باید این لاین باشن فانکشناش. فعلا اپتیمایزرمون احتمالاً کار درستی انجام بده. بریم پایین و اینا رو پیاده سازی کنیم.
لوکیشن کانستراکتورش، توی کانستراکتور مثلا کانستراکتور براش ننویسم، احتمالا دو تا کانستراکتور میخوام. آره کانستراکتور شو بنویسم، یه کانستراکتور دیفالت باید داشته باشه. کجا بود؟ مساوی است با دیفالت و یه کانستراکتور دیگه که لوکیشنش رو اکسپلیسیت بهش بدیم. باز اگه خواست می‌نویسمش، اگه اون کانستراکتور دیگر خواست می‌نویسم. بایت سفرومیم تو لاین یکم تو کالم سفروم فکر میکنم باید باشه. از اینجا شروع کنیم. خط خالی چیه مثلا؟ برای یه کلاس دیگه هم لازم دارم خط خالی رو، اشتباه نکنم. بایت، پس این کانستراکتور رو نمیخوایم. بایت ریترن کن ام بایت. Line return con m m line return con m column column کامل نوشتم. خب feed، توی feed من یک کاراکتر جدید خوندم از ورودیم، حالا میخوام لوکیشن رو براتون آپدیت کنم دیگه، این لوکیشن هم. پس توی feed باید اول از همه میگم که m byte به اضافه مساویس به یک، یه byte خوندیم دیگه. ام کار اسمش رو میذاشتم بهتر بود، نه کاراکتر، چون یه موقعی ممکنه بایت نباشه. بذار اسم این پایینی رو عوض کنم حالا که تا اینجا آمدم. خب کاراکتر کار نمیتونیم بذاریم، اسمش رو داخلش ام کار. اوکی ام کار و کاراکتر character. اگر یه فانکشن رو بنویسم به اسم is new line c، دوتا کار بکن، plus plus m line و بذار اینجور بنویسم. خودم قول دادم که با ویرگول اونجوری از هم جدا نکنم، اتو ایندنتش رو از بین بردم، خیلی خراب شده. ام لاین به اضافه مساوی است با یک و ام کالم مساوی است با صفر. یه کرکتر نیو لاین خوندم، آره ام کالم باید صفر باشه بعد از این، آره درست. و توی السش هم ام کالم به اضافه مساوی است با یک. این کارو بکنم همین ام کالم بذارم مساوی یک. اگر نیو لاین بود، خب حالا این فانکشن ام ایز نیو لاین رو باید بنویسم. یه سری کاراکتر کلاسیفیکیشن، یه سری فانکشن های کلاسیفیکیشن میخوام، جاشون اینجاست. همشون هم از جنس بولن. ایز نیو لاین کاراکتر سی bool is digit character c، همشون شکلی هم دیگه، is یه چیزی نمیم کدوماش استفاده میکنیم. is alpha is alpha numeric is white space is الفلان.
باشه. دقت کنید که من استایلمو، اگر ویدیوهای بلک نوت دیده باشید، استایلمو یه ذره عوض کردم، استایلی که این سپریتور رو میذارم بین بلاکام. فانکشنمو یه ذره دنستر دارم مینویسم، بینشون فاصله نمیذارم به خاطر اینکه با این فانت بزرگ خوب دیده میشه. حالا فانتش کوچیک کنیم، باید کم تصمیم بگیریم ببینیم چی میشه. خب اگه نیو لاین بود، نیو لاین رو فقط LF رو ساپورت کنم، کریج ریترن رو بخیال شم، کریج ریترن رو نگاه، آره میگم ریترن کن بک سلش ان مساوی است بس. ریترن کن صفر کوچکتر مساوی سی اند سی کوچکتر مساوی نه. آلفا ای نه ای کوپه بزرگ بهتر، ای بزرگ یه پرانتز بازم میخواییم، کده ای بزرگ کمتر از ای کوچیکه، تا زی بزرگ اور ای کوچیک کوچکتر مساوی سی بود اند سی کوچکتر مساوی زی کوچیک بود. این آلفابتیکاله. اینجا میگم که return con is alpha c or is digit c. دسیمال دیجیت باید میذاشتم به جای دیجیت. حالا وقت لازم شده بازشم is white space return con space مساوی c or backslash n مساوی c or backslash r مساوی backslash r مساوی c or backslash t tab ممکنه باشه white space مون دیگه. white space مون چی میتونه باشه؟ vertical tab میتونه باشه. من مطمئنم هیچ کدوم از شما این کاراکتر رو تا حالا تو عمرتون ندیدید. دیگه چی؟ form feed هم داریم نه؟ form feed مساوی c، فکر میکنم همین هستی. خیلی خوب میشد اگر این فانکشن ها رو مینوشتم این لاین، این لاین نمیتونم جلو خودم بگیرم، این لاین این لاین این لاین و این لاین، اینا هم همینطور، این فانکشن ها هم میتونن مین لاین باشن و این بالایی هم باید متاسفانه اسپسیفیکیشنشون رو اینجا بذاریم. این که دیگه دیفالت کانستراکتورش رو خودش جنریت میکنه فکر میکنم، با این که ننوشتن ریفالت کانسترکتور. نه این هم این لاین هن، این لاین این لاین و این لاین. اینجا هم باید این لاین هم رو بنویسن. خب این از این فانکشن ها فعلا. یه لوکیشن، یه مفهوم لوکیشن دارم. ایرور ریپورتر من یه کانسترکتور میخواد، ایرور ریپورتر که فکر کنم هیچ پارامتری نمیگیره. یه ارور ریکورد، ریکورد میخوام، درسته؟ کلاس ارور ریکورد، ارور ریکورد، ریکورد یک ارور از چه چیزایی تشکیل شده؟ از یه path تشکیل شده، path m file m m. فرض میکنیم اگه استریم دیگه ای داریم به جز فایل، یعنی داریم کدمون رو از مثلا یه بافری میخونیم تو حافظه، از فایل نمیاد، مثلا میخوایم اسکریپتینگ داشته باشیم همونجا بنویسی، اگر اسمبلی خیلی بعیده ولی به هر حال فرض می‌کنیم اونها هم یه اسمایی دارن که از جنس پاتن. پات یه لوکیشن داره که ارورم کجا اتفاق افتاده. لوکیشن
برای این یه دوتا برای ایرورامون دوتا enumeration باید تعریف کنیم. enum class error category، بذار که کوچیک ترش کنم چون این زیاد استفاده میشه. error category، کاتگوری ایرورمون توی input میتونه باشه، input میتونه باشه، توی lexer میتونه باشه، توی parser میتونه باشه، توی code gen میتونه باشه، میتونه unknown باشه. میتونه توی VM باشه، نمیدونم، توی runtime باشه. و ارور کاتگوری دیگه هم خواهیم داشت دیگه، یه آدرم میذارم فعلا. دیگه چی؟ اینجا واقعا از اینا میخواد دیگه. یه اینام کلاس ارور سیوریتی میخوام، سیوریتی که ارورمون چقدر جدیه. یه نوت داریم، یه وارنینگ مثلا، وارنینگ چه، یه ارور داریم، احتمالا یه فیتال داریم، نمیدونم. این هم سیوریتی همون هستن. وقتی دارم ارور ریکورد رو می نویسم، ارور ریکورد من علاوه بر این که path و location داره، یه ارور cat داره، category و یه ارور severity داره، severity، یه number داره، int، code و یه دونم string message داره، message. اوکی. کانستراکتورش error record، کانستراکتورش اینجوریه که کاتگوری رو میگیریم، error cat، cat کاتگوری، بعد error severity، error sev اسمینم بذارم باز بهتره، severity error sev، severity جدی بودن، میزان جدیت errorمون چقدر جدیه. path داریم، path که ازش موو میکنم، پس یه utility میخوام، uv include utility cscdir که نوشتم. دیگه چی میخوام؟ فکر کنم data structure هم همین است. حالا اگه چیزی لازم باشه میگم. path میخوام، location میخوام، location code میخوام، int error code و یه دونم string msg. که حالا اینو مقدار دیفالت. خب error record destructor خاصی نداره. اکسسور باید واسه اینا بنویسم، لاین پاس، کاست این لاین، لوکیشن، کاست رف location cost. اینا دیگه
دقیقاً همون موقعی که لازم ندارم دیگه اینا رو نوشتم. ارور کاتگوری، کاتگوری ارور سیوریتی، سیوریتی اینت کد و استرینگ کاست رف، اونا رو لازم داشتم این دفعه پاکشون کردم. مسیج من ریکوردم، حالا فانکشن دیگه اگه میخواست مینیستم براش. خب ارور ریکورد و کانستراکتورش کوچه، کانستراکتورش رو کپی نکردم بیارم. اینم نمیخوام دیگه آخرش رو. خب ارور ریکورد شو کردم، شو کردم اینجاست. کنترل چپ و راستش یه ذره عجیب رفتار میکنه این، یعنی فکر نمیدونم رفتارش بدتر یا بهتره، ولی حداقل من بهش عادت ندارم. خب ریترن کن، ریترن کن MSG. بالا باید میمدم که راحت تر باشه. خب path path رو برگردون، MSG location رو برگردون، category رو برگردون. دقت کنید که autocompletش کاملا word based، اصلا autocomplete context aware و context sensitive نیست، داره فقط کلمات رو نشون میده. اگه من اینجا تایپ کنم کالم، کالم هم به من نشون سی او تایپ کنم، اونم علاوه بر کد کالم رو هم به من نشون میده. ولی خب به هر حال به نظر میاد کد کامپلیت کاربردی باشه. خب برای کانستراکتور من باید ممبراش رو بیارم پایین. ممبر چی داشت؟ اینا رو داشت. همین ترتیب خیلی مهمه که بنویسم. اسپیس رو نباید پاک کنم، اسپیس به دردم میخوره. خب اسپیس یه دونه اینجا، پس استود موو پس همون پس رو بیار اینجا. لوکیشن، لوکیشن کوچیکه بر همین ولیو. لوکیشن چه لوکیشن؟ و لوکیشن سه تا اینتجره، خیلی فرقی با کانسترف نیستم. شیدم باشه که برم بالا اینو کانسترف کنم. کاتگوری، کاتگوری، کاتگوری سیوریتی ارور کود و مسیج. اسمش اینه MSG اسمش. خب این بالا کانسترفش باید بکنم سپیسش. خب حالا تو ارور ریپورتر هم من یه وقتی ارور ریپورتر دارم میسازم هنوز اسم فایلم رو نمیدونم، برای همین تو ارور ریپورتر هم یه فانکشن void set path set
input name میخوام که path بگیره و یه دونم و path construct get input get دیگه input name یه فانکشن دیگه میخوام به اسم اینلاین استود وکتور ارور رکورد کانسترف ارور ریپورتر رکورد اسمش یه چیز دیگه گذاشتم این پایین میدونم اینلاین اینت کانت کانست تو مین استفاده کردم از این فانکشن اسمشو گذاشتم نه اسمش چی گذاشتم خب من یه پس فایل نیم میخوام نگه دارم path input name و یه دونم std vector error record چه اتفاق بعدی افتاد که اینا با هم شروع میشن mRecords و یه فانکشن دیگه دارم به اسم void report یا new report که این یه ریپورت جدید میگیره پارامترهای اونو یکی یکی واسش نه دیگه پسشو نمیخوام پس چیزی که این میخواد یه کتگوری error کتگوری cat بذار از اونجا بیارم اما این رو میخواد به جز پتش حتی مسیجمون هم همین شکلیه لوکیشنمون هم همینه پت ها فقط نمیخواد پت ها من اوتوماتیک ست میکن نیو ریپورت اوکی کدش کوتاه خواهد بود برای همینم می‌نویسم این لاین همینه بذارم اون چهار تا کاتگوری رو براشون چهار تا کاتگوری داشتیم. یه بکم متا پروگرامینگ دارم. بریم که اینا. خواستم تعداد هر کدومو بشمارم. چند تا ارور دارم، چند تا فیتال دارم. تو ارور ریپورتر بذار اینو بشمارم. اصلا چیز بدی نیست برای شماردن. بول اینت کانتس ام کانتس ام کاتگوری کانتس چهارت count دیگه هم مثل اینجا می نویسم inline int count error category category اینم cost خیلی تعداد اینا رو من بذار یه constant اینجا تعریف کنم severity یه category severity می خواهم category نمی خواهم int cost
Error severity count مساوی است با 4. Severity چه پس کاتگوریش نیست. Count error severity دیگه منطقیه. من خواهم بدونم چند تا وارنینگ دارم مثلا. Sev count نام error severity count. خب فانکشن رو میخوام پیاده سازی کنم. اونا رو پیاده سازی کردم. حالا اینا رو میخوام پیاده سازی کنم پایین. خب تو همینجا وجود نه. چرا پرانتز بسته رو پاک میکنه وقتی من میام؟ خب ارور ریپورتر رو برای همشون لازم دارم. ست اینپوت نیم، شاید به جای یه اینپوت نیم که توی ارور ریپورتر هم نگه میدارم باید یه استکی از این اینپوت نیم رو نگه دارم. اگه چیزی مثل مکانیزم مثل اینکلود داشته باشم که فایل یه فایل دیگر رو اینکلود کنه، اون وقت اینپوت نیم هم عوض میشه وسط پارس کردن یه فایل. برای اسمبلی هم اصلا چیز بدی نیست این مکانیزم اینکلود، چون لینکر احتمالاً حالا نخواهیم نوشت. این چیزی که جلسه قبل در موردش صحبت نکردم، کانسپتی به اسم آبجکت کد و لینک کردن با هم و این چیزها رو خیلی ما نخواهیم داشت تو اسمبلرمون. مشکلای خودشو داره، اون مشکلایی داره که نمیخوام باهاش درگیر بشم. برای همین این مکانیزم احتمالاً شبیه اینکلود خواهیم داشت، باید داشته باشیم اگه میخوایم زبانمون جدی باشه. شاید هم نذاریم، هر وقت خواستیم بذاریم من میام اینا رو درست میکنم. بس کمی باش هندل میکنم مشکلش رو. خب کانستراکتور ارور ریپورتر. ارور ریپورتر چی توش داشت؟ سه تا از اون فهمیدم چی توش داشت. یادم یه اینپوت نیم داشت، ام اینپوت نیم، آره که هیچی. یه دونه ام ریپورتز رکوردز داشت که اینم هیچی. یه آرایه هم داشتش که اینجوری، حالا مم فیل یا فلان نمیخوام، آی مساوی صفر، آی کوچکتر است از ارور سیو کانت پلاس پلاس آی، ام سیو کانت مساوی است با صفر. ست اینپوت نیم، ست اینپوت نیم کار خیلی ساده ای میکنه. ام اینپوت نیم مساوی است با پث نیم. جست میشوشم پث نیم نیم و اینجوری نیست. استود موو نیم، برای همین بای ولیو پاسش دادم. اگه نمیفهم نمیدونید چیه مهم نیست، خیلی نگرانش نباشید. یه جور پرفورمنس اپتیمایزیشن اینجا. گت اینپوت نیم هم که ریترن میکنم ام اینپوت نیم کاونت ترن میکنم int records.count.size. خب چرا وقتی داشتم si می نوشتم قرمز بود نمیدونم. count severity خاص if int v مساوی است با int severity if v کوچکتر بود از صفر or v بزرگتر مساوی بود با چی بود؟ error sev count return con صفر return else return بزرگ کمی دمت بکشه return con
counts v. تو این هم کار خیلی ساده باید بکنیم، return میکنیم return m records new report. تو new report باید یه دونه report جدید پوش کنیم توی آرایمون، m records dot m place back. place back چی؟ ام پلیس بک پارامترهای کانستراکتورمون که به ترتیب دقیقا همین هن، کتگوری سیوریتی فکر کنم پث بود بعدش، ام اینپوت نیم نکنه از ام اینپوت نیم موف کنه، نه کپیش میکنه. اوکی خوبه، لوکیشن که بهش پاس داده شده چرا سعی میکنه به جای لوکیشن لورم ایپسوم بذاره؟ error code چه کاراکتریشن نوشتم و stud move msg همین، امیدوارم که این درست کار کنه. خب اینجا توی main من به جای اسمش reports نیست، records الان records آه یه کار مهم فهمید، یه کار اشتباهی اینجا باید یه کار اضافه باید بکنم توی این پلیس بک کردم، میگم که ام سیو کانتس اینت سیوریتی به اضافه مساوی است با یک. خوبه برای این که فقط این if int severity بزرگتر مساوی صفر بود and int severity کوچکتر بود از error serve count. اگه اینجوری بودی کار اصل کار اونه، اینم برای اینکه بشماریم severity ها. خب یه سیستم error reportingی داریم که بعدی نیست امیدوارم، report errorمون حالا میتونه اینجوری کار کنه که میگم stud see error ببخشید تو کامپلیت، من نمیفهم این چیه، فانکشن های خوبی مثل سری فانکشن خوب باید بنویسم اینجوری بگم string error cat to string error category رو بگیر و اینو تبدیل به string کن، این line هم باشه و مثالی که دارم function می نویسم اینو رو این پایین بنویسم، اگه اون پایین بنویسم ممکنه تو پیاده سازیش یادم بره عوضش کنم، بذاری نزدیک اینجا بنویسم. خب و این همین error save to string و error save بگیر severity اوکی. تنبلی بیداد میکنم، بذارمشون اینجا دیگه، اون فانکشن قبل از همه تعریف شدن پس اینجا هم قبل از همه میان
ظاهرا باید یه دونه از اینا اینجا هم کپی بگیرم بذارم دم دست که به درد میخوره. استاتیک کار string const strs مساوی است با severity همون چی بود؟ نه کتگوری همون چی بود؟ کتگوری همون اینا بود فعلا. دقت کنید که اینا همه با متا پروگرامینگ حل میشه، ولی من الان دوست ندارم که پیچیده کنم. چرا دارم کوتیشنشو نمیزنم؟ کوچکتر بود از صفر اور وی بزرگتر مساوی بود با این تعدادش هر چند تا هست. بس اینم اینجا بنویسم دیگه. حالا که کار دارم میکنم int const error cat count مساوی count مساوی است با 2 4 6 8 سبب مساوی است با 8. اونجا هم به تعداد error cat count error cat count بکتر مساوی بود با error cat count return con هیچی return con یه string خالی else return con strs v. همین کد رو تقریبا باید برای اینم بنویسم. string strs error sev count فقط و اسمش هست note warning و error و fatal. اینجا اینجوری اگر از error sev count strs فانکشنم اینجوری هن. پس توی مینم من میتونم مینم کجاست؟ مینم اینجاست توی مین. بذار مینم رو یه ذره احترام بیشتری بشه بذارم دورش یه خط خالی میزن. خب پارس قلم یادم باشده نیزن. وقتی که اینجا وقتی میخوام ارورم رو بنویسم مینویسم دوتا اسپیس دوتا اسپیس error sev to a string er dot این کارو نمیکنه دیگه. severity خب یه دوتا اسپیس severity بنویس نوت مثلا یا warning یا error پرانتز باز پرانتز بسته تو پرانتز هم error کدشو بنویس er.code کاتگوری شما اولش بنویسیم دیگه بدون کاتگوری که نمیشه بدون کاتگوری نمیشه
AR cat cat مهمتره. cat to string AR dot category چیز بسته. لوکیشنش فایل و لاین و اینا میخواد دیگه، پس لوکیشنش آخر نیستم. مسیجش اول بنویسم، مسیج بعدش، بعد از مسیج اسپیس میذارم، بعدش بنویسم ER dot location، لوکیشن رو اینجوری باید بنویسم که پرانتز باز فایل دو نقطه لاین ها ER dot path، path داشت دو نقطه ER، نه اینجوریه ER dot location dot line ویرگول ER dot location dot column و حالا چون بایتش هم داریم، بایتش هم می‌نویسیم که at ER dot location dot character و پرانتز بسته و سرخط میشه شکل خب. فانکشن پارس آلو که فقط همینجوری الکی پیاده سازی کنیم که فقط الکی خواهد بود، احتمالا باید بتونیم اینو، نه تا این کانستراکتور رو هم باید حداقل پیاده سازی کنم، میتونیم اینو کامپایل کنیم تو پارسر. یه فانکشنی من می‌نویسم به اسم void parse all که چند بونه ورودی نمیگیره و همین. خب فایل استریم، اینپوت استریم، اینا رو چکم ننوشتم، فقط میخوام stream file stream فانکشن رو گذاشتم این ته، همه چی رو خراب میکنم. فانکشن رو بردارم بذارمشون بالا نزدیک دوتا فانکشن، مثلا بذارمشون بالای بالا. آره اینم لازم دارم چون این فایل استریم هم گذاشتم. دیگه چی؟ لکسر و پارسر. بچ میکنم کپی پیستمو. خب لکسر و پارسر و چرا خوردی؟ put stream virtual put stream فکر میکنم virtual هم نمیخواد اینجا دیگه، فکر کنم نمیدونم. file stream و file stream
شما فقط دارم خالی می نویسم که نوشته باشم. الان باید این بیلد بشه، برای اینکه اینو من بیلد کنم. کجا بودیم؟ اتش به کامند پرامپتی دارم که طولای ویژوال استودیو توش تعریف شده باشه. خب دیدن نقطه بک سلاش پروژکت سی پلاس پلاس، این اسمش درسته، بک سلاش وای ای ال، باز میخواستم بیلس بگیرم، بیلد او کود جن فالود بای بولیز لیلگا. آه یه سیمیکالی آرف ته کلاس کود جن سیمیکالی نداشتم. اگه کسی داره این ویدیو رو میبینه احتمالاً همون موقع توجهش بهش جلب شده. کجا بود؟ اینجا بود. و یه نیم ساعتیه که میخواد سر من داد بزنه. خب build see error is not a member of stud. iOS stream include نکردم. آها خب iOS stream رو اینجا باید include کنم. iOS stream آیا منی پم اینکلود کنم؟ نه فعلا نه. خب کتگوری is not a member of error reporter. error reporter کتگوری نداره. آها رکورد که داره، خط 154. کم من فانتشو کوچیک کنم، کمی کوچیکش کردم، امیدوارم که همچنان دیده بشه. 154 ایرور ریکورد کاتگوری نداره. ایرور ریپورتر نیست آخه. ریکورد چی برمیگرده؟ ایرور ریکورد مگه بر نمیگردونه؟ ایرور ریکورد کاتگوری داره که. ایرور ریپورتر او این همون اوتو کامپلیت اشتباهه. ایرور ریکورد برگردون، ایرور ریکورد و توی کدش چی؟ توی کدش ایرور ریکورد برگردون ام ریکورد. کلیرشو ندارم. کت اندکلر ایدنتیفایر خط 213. ان ابجکت اف کانست کوالیفاید. آها فهمیدم، خط 200 اینا به هم ربط دارن. 213 اینت کات سو دیگه کات نیست. خب ایتس نات اساینبل اری تایپ اینت 4 چی شد؟ خط 282 چی نوشتم من؟ مرتکب لسفمی شدم. امسف کانتس آی ببخشید، از خدایان سی، از دنیس ریچی و برایان کرنیگان باید عذرخواهی کنم. جن تامسون، جن تامسون بیشتر یونیکسی، البته همشون تو سی تاثیر داشتن. به هر حال از تری وایز من عذرخواهی میکنم، خواهش میکنم که من ببخشید. این بود استریم. نو اپروپریت دیفالت کانستراکتور اویلیبل. آها تو کانستراکتور چایلد باید کانستراکتور پرنت رو فراخوانی کنم دیگه. خط illegal global destructor چی شد؟ خط 326 و 347. خط 326 اینجا باید پرنتش رو input stream رو باید construct کنم با پارامتر reporter. کاش کمی کانتکستش رو میفهمید. خب حداقل باید این کار بکنم و بعدش هم کجا بود؟ پارسر. آها دو نقطه اینجا نذاشتم، اینجا هم همینطور دستم درد نکنه، نقطه جایی گذاشتم. بیلد شد. اگر الان اینو اجرا بکنیم احتمالا هیچ اتفاقی نمیفته، درسته؟
ارور صفر، چون هیچ کاری نکردیم، یعنی هیچ کدی توی هیچ قسمتیش نداریم. من فکر میکنم که میتونیم حداقل یه ذره اینو تست کنیم با باز کردن و بستن یه فایل. اینپوت استریم هم کو، اینپوت استریم، اینپوت استریم یه سری فانکشن میخواد، مثلا فانکشن بول ای او آی. آیا به end of input رسیدیم یا نه؟ تبتن این لاین، این لاین بول ارور، آیا ارور داریم یا نه؟ این ارور ریپورتر هم این کار میکنه، ولی به هر حال بذار اون ریپورترش هم پس برگردونم. این لاین ارور ریپورتر رفرنس ریپورتر، دو تا از این باید بنویسم نه؟ یه دونه معمولی یه دونه هم کانست. فعلا حالا فقط برای یا ایرور یه فانکشنی به اسم اینلاین پاپ می نویسم، اینلاین بول پاپ، که این یه کاراکتر رو از ورودی میخونه و اگر به ارور بخوریم یا به اند اف فایل برسیم، اند اف اینپوت برسیم، فالس برمیگردونه. returns false if and only if we reach EOI or an error. یه فانکشن میخوایم، inline char current، current رو بذار با یه آر بنویسم، کارکتر فعلی که خوندیم رو برمیگردونه. دقت کنید که این مدل خیلی مدل بهتری، تصور کنید که من اینپوت استریمم رو دارم یکی میخونم، با کارکتر فعلیش خیلی کار دارم تو چند تا فانکشن مختلف. حالا خواهید دید این هر وقت میخوام یه دونه ادوانس کنم، یه دونه برم جلو، پاپو فراخوانی میکنم. گاهی وقت اسمش میذارن ادوانس اگه تکست های چیزو دیده باشید، اگه اشتباه نکنم پاپ میکنم که کاراکتر فعلی کارم باشه تموم شده، کاراکتر بعدی رو بخون. و اون وقت کارنت هم میشه کاراکتری که فعلا خوندم، و تا وقتی که پاپ رو فراخوانی نکنم هر وقت از کارنت استفاده کنم کاراکتر فعلی رو بهم میده. خیلی خیلی این کار کانوینینته. اگر ما گرامرمون میخواست، حالا توکنایزرمون تو این مرحله یعنی لایه بعدیمون، تو وقتی اینپوت رو داریم می‌نویسیم باید به توکنایزیشن فکر کنیم. اگه توکنایزرمون احتیاج به لوک هد می‌داشت باید به فکر پوش و این حرفا می‌بود، یعنی کاراکتر رو گاهی می‌ذاشتیم سر جاش و بعد دوباره می‌خوندیمش، یه باید فکرمون هم می‌کردیم. ولی خب چون اینجوری نیست، لوک هد نمی‌خواد توکنایزرمون، خیلی از توکنایزر لوک هد نمی‌خوان، حتی توکنایزرایی که برای زبان‌های پیچیده هستن. به خاطر همین معمولاً تو اینپوت استریم ما احتیاج به پس دادن کاراکتر رو نداریم. خب و یه دونه متد ویرچوال داریم، ویرچوال پروتکتد هم اینو می نویسم، آره دقیقا چی کار دارم میکنم، پروتکتد ویرچوال کاراکتر برمیگردونه. یه رو یک کاری کوچیک نوشتم، یه کار اشتباه اتفاقای عجیب افتاد اینجا، سی بزرگ بنویسم، خطاهایی که کاراکتر رید 1 مساوی است با 0. این اون چیزیه که فرزندان این باید اوورراید کنن. داخل این من یه دونه رفرنس به ایرور ریپورتر میخوام، ایرور ریپورتر رفرنس ام ریپورتر بوم بوم بوم، یه دونه کاراکتر ام کارنت میخوام، دو تا بولین میخوام، بول ام ای او آی، ای او آی و بول ام ارو. این اینپوت استریم منه، فرزندان این اینپوت استریم فقط باید این رید وان رو اوورراید کنن که یه دونه کاراکتر یه جوری بخونن، چون بگشتن عقب و این چیزا لازم نداریم. حتی اگرم میخواستیم احتمالا تو همین کلاس پیاده سازیش میکردم، فقط رید وان رو باید اوورراید کنن.
برای اینکه پیاده سازی ریپورتر کارنت ای آی و ارور، برای اینکه پیاده سازی اینو بنویسم احتیاج به این فانکشن ها هم دارم. دقت کنید که اینا ویرچوال نیستن، احتیاجی ندارن که ویرچوال باشن. خب آره، ارور اینپوت استریم، اینپوت استریم من این فانکشن رو هم میخواد. کانستراکتورش دستراکتورش این لاین نیستن. چرا این لاین نیستن؟ هیچ دلیل نداره این لاین نباشن. دستراکتورش هم که هیچ کاری نمی کنه. ویرچوال با این لاین خیلی هم خوب نیستن. کانستراکتورش یه دونه ام ریپورتر داره که از روی این ریپورتر میسازتش. اینا رو من رفرنس گرفتم، پوینتر نگرفتم، دلالی که خیلی برای خودم مشخص نیست، دلیل خاصی نداره. ام کار داریم، ام کرنت داریم که با نمیدونم صفر انشالایزش میکنم. اولین باری که میام باید یه کاراکتر بخونم یا نباید بخونم؟ یه سوال خیلی مهمیه. تو کانستراکتور اینپوت استریم آیا باید پاپ رو فراخوانی بکنم یا نه؟ اگر پاپ رو فراخوانی نکنم اصلا ممکنه نفهمم که اینپوتم خالیه نیست چجوریه. اولین باری که پاپ رو فراخوانی میکنم، یعنی ارور رو اینا، ممکنه اول کار درست اینشالایز نشن. حالا بذارید اگر لازم بود، اگه ورک فلومون لایه‌های بالاتر تعیین میکنن که ورک فلو این پایینی چجوری باید باشه، فکر میکنم لازم نباشه. فکر میکنم میتونیم یه جوری بنویسیم که لازم نباشه توی این همین اولین کاری که میکنم پاپ باشه. خب ام ای او آی احتمالاً فالس، پس وقتی نمیدونیم که به تهش رسیدیم یا نه، ام ارور هم فالس. ممکنه ام ارور اصلا لازم نداشته باشه، چون ارور ریپورتر دارم، از اون میتونم همیشه بپرسم که اروری داری نداری چه جوریه. اینپوت استریم تو استراکچر 6 کار لازم نیست بکنم. input stream اینجا reporter EOI error pop black car. اینپوت تو کانستراکتورش هیچ کار لازم نداره بکنم. تو ریپورتر ریترن میکنم ام ریپورتر رو. چقدر من امروز دارم غلط تایپ میکنم. تو ای او آی ریترن میکنم ام ای او آی رو. ریترن میکنم ام ارور رو. توی پاپ کاری رو کنم، بذار توی این رو بنویسم return کن ام current هم کارکتری که فیلن داری رو برگردن. توی پاپ اگر if EOI or یادم افتاد که 4 تا فانکشن پروتکتر دیگه باید برای این بنویسم، حالا بنویسم. اگر ارور داشتی یا end of input بودی already return کن false چیزی پاپ نکردیم، وگرنه ام current مساوی است با read one. به اون پیاده سازی کانکریت این کلاس بگو خب یه کاراکتر بخون. حالا اون پیاده سازی کانکریته یه جوری ممکنه باید یه جوری بتونه سیگنال بده که به end of input رسیدیم، ارور خوردیم، چجوری. این کار رو باید با 4 تا فانکشن set UI, set error, clear UI و clear error انجام بدم. فانکشن های protected باید باشن که کلاس های کانکریتی که از این input stream ارث میبرن بتونن اونا رو فراخوانی کنن، باش سیگنال بدن که اروری اتفاق افتاد، UI رسیدیم به end of input یا هرچی. به خاطر همین بعد از اینکه ریدوان انجام دادم من مستقیما ترو بر نمیگردونم، نمیدونم که هنوز با ترو برگردونم یا نه، برای همین ریترن میکنم not EOI and not error. اگه هر دو اینا فالس بودن ترو برگردون، وگرنه که فالس برگردون، یعنی چیزی نخوند. شاید هم باید همیشه، نمیدونم، یه ذره سخت شد ماجرا.
در عمل بذاریم ببینیم چی میشه. بذار برم اون 4 تا فانکشنی که لازم دارم بنویسم و بنویسم. کارنت هم که درست بود. 4 تا فانکشنی که باید بنویسم خیلی دور شدن اصلا. سخت شده. شاید باید یه اسپلیت داون. این کارو میتونم بکنم. آره اینجا اینو نگه دارم. اینجا برم تو پیاده سازیشون. خوبه این کار. فکر می‌کنم کار بهتری باشه. خب 4 تا فانکشن پروتکتد باید بنویسم که ورچوال نیستن. void set end of input این لاین هم هستن. این لاین و چون بولیانه set و clear فقط لازم داره. EOI رو چرا اینجوری نوشتم؟ EOI end of input و چهار تا هم دو تا دیگه هم برای دستم درد نکنه که clear رو ننوشتم. clear error این چارت ها رو باید بیارم اینجا بنویسم. input stream EOI مساوی است با true MUI مساوی false. نمیدونم clearش کی باید فراخوانی کنیم، شاید هیچ وقت لازم نشه. error مساوی true و error مساوی false. پس توی این read one میتونه اون client از این چیزا استفاده کنه، اون پیاده‌سازی کانکریت میتونه از اینا استفاده کنه و چیزی برگردونه. درست، احتمالاً درست. خب پیاده سازی کانکریت اینپوت استریمی که ما داریم احتیاج به یه دونه فانکشن protected virtual carried one override. مال پرانتز داریم override میکنیم. به نظرم میرسه که این اتفاق خوبی با فونت گنده از خالی موزه کمتر کنم. عذر میخوام که دارم وقتتون رو برای این کارا میگیرم، ولی همه اینا جزء برنامه‌نویسی. حداقل من همیشه با این چیزا دست و پنجه نرم میکنم. با این انتخابا اسپیس خط خالی بذارم یا نذارم، اسپیس بذارم یا نذارم. خیلی عجیبه. تئوری من اینه که برای برنامه‌نویسی اینا مضر، انقدر فکر کردن، انقدر ابسسیو بودن. مخصوصا از یه حدی که رد میشی. اگر بیشتر از چه میدونم 5 سال 10 سالی که دارین برنامه‌نویسی میکنید به این چیزا دیگه فکر نکنید. اون کاری که فکر اتوماتیک انجام میدید، ماسل مموریتون دیگه میدونه داره چه کار میکنه. ولی خب یه تئوری دیگه هم دارم، یه بخش دیگه از تئوری اینه که تو این فاصله ها من به کدم فکر میکنم اینکه چی باید بنویسم. خب ظاهرا خیلی موفقیت‌آمیز نبود فکر کردم به کدم. اون سیگنچرش همین جوری بود دیگه. read one آره کاراکتر برمیگردون، هیچ کار خاصی دیگه هم نمیکنه. اوورراید میکنیم پرنتو، این رو هم میاریم پایین توی فایل استریم. ورچوال دیگه کاری به ورچوال نداریم. فایل استریم read one اوورراید رو هم نمیخوایم. همین تو کانستراکتورش. فایل استریم باید یه سری ممبر دیگه هم داشته باشه دیگه، فایل دیگه، حداقل اینکه یه دونه
فایل استار فایل رو میخوایم، اسمش هم میخوایم، اسمش رو از ایرور ریپورترمون میتونیم بگیریم هر وقت خواستیم. اسمش رو کافیه پوش کنم تو ایرور ریپورتر، درسته؟ در واقع ست کنم توی ایرور ریپورتر. پس اسمش رو نمیخوایم. خیلی خوب، اینجا من علاوه بر این که پرنتج رو کانستراکت میکنم، ام فایل رو هم به نال پوتر اینیشالایز میکنم. اینجا میگم ریپ، از پرنتش باید بگیرم دیگه، ریپورتر ریپورتر یه فانکشنی که رو خودش تعریف شده، اسمش مهم نیست یکی باشه، ولی خب ریپورتر دات ست input name path سر input name کن، بعد بگو m file مساوی است با f open کلک کن f open path dot cstr و مودمون هست rb باینریه و برای ریدن کار میکنیم. اگر اول ایرورم اونجاست، اگر ایروری که میتونیم تو ریپورتر پوش کنیم، اگر نال پوتر مساوی ام فایل بود، ایرور دیگه، درسته؟ فایل نتونستم باز کنم. ریپورتر دات نیو ریپورت، نیو ریپورتمون چیه توش؟ احتمالاً احتیاج به فضای بیشتری داره. اول از همه کاتگوریش بود کات، ارور کات، ارور کات اینپوت، بعد سیوریتیش بود ارور کات فیتال، بعدش آن لوکیشن. پس دیفالت کانستراکتور میخواد برای اینجا، دیفالت کانستراکتور داره البته لوکیشن. پاتش بود، پاتو خودش میدونست، من نمیخواست پاتو بهش بدم. لوکیشن بود، ارور کد بود، ارور کد یک، ارور کد رو یه ذره بهتر اسان کنم ولی خب حالا فعلا. یه مسیج میخواست، مسیجمون این بود که can't open input file، اینم مسیجم. نقطه تهش رو بذارم، اینجور که به نظر میرسه اگه نتونستی اینجا میگم که اگر نال پوتر مخالف بود با ام فایل، اف کلوز کن ام فایل رو. ریدوان چجوریه؟ اف گتس، اف گتس چجوری کار میکرد؟ سی پلاس پلاس اف گت سی، f get c اینجوری بود، یک کارکتر میخوام بخونم دیگه. f get c بسید قبلا با این موضوع درگیر بودم. f get c اینتجر برمیگردون اگر اشتباه نکنم، به خاطر اینکه چقدر اینترنت هم خوب داره کار میکنه. تو کدوم هدر هست f get c؟ تو cstud.io که دارمش. If the stream is at the end of file and call, the function returns EOF. آها، EOF یه چیز خاصیه. F get C. Return value. چرا؟ آها، integer برمیگردونه. میگم int r مساوی است با F get C M file. او خب اینجا اگر که کار کردی هم set، هم set UI کن،
یا فقط set error کن دیگه. set error تو parent هم set error انجام بده که بدونیم ادامه بدیم. if فکر نمی کنم برای نال بودم با چکش کنم. حالا بر r اگر r مساوی بود با اگر e او i مساوی بود با r یک کارایی بکن. چه کارات بکنیم؟ یکی set کن e او i رو parent هم و return کن صفر. نه نال برگرد کاراکتر دیگه صفر برگرد. خب return کن صفر explicit. ارور باشه چی برمیگردونه؟ اگر ارور اتفاق بیفته ایو آی نبود ایو اف بود ایو اف خب بین ارور و ایو اف ایو او آی ایو اف اگر اروری هم تو خوندن اتفاق بیفته باز من همین کار باید بکنم. فعلا بذار ارور کدم ارور ریپورتینگمون خیلی جالب نباشه. هیچ اشکالی نداره. کر آر رو برگردن. آر رو کس کن بکر اگه غیر از این بود. هلس. خوبه. اینم رید وان. بذار ببینیم که بیلد میشه. ۳۸۷ فیتال چی شد؟ آها ۳۸۷ ارور کت نیست دیگه ارور سوه. خب الان اگر اجراش کنم چون فایل وجود نداره دیگه باید به من یه دونه ارور ریپورت کنه فیتال یک can't open input file تو سمپل وای ال خط یک کلمه صفر و بایت صفر. این فایل رو اصلا نتونسته باز کنه. خب به نظر میاد که جای خوبی باشه برای اینکه این استریم رو امروز تموم کنیم. اینپوتمون رو خوندیم. شاید یه ذره ارور هندلینگمون میتونه بهتر باشه ولی نه جای فعلا مشکلمون اون نیست. مشکلای خیلی بزرگتری داریم. پس اینم از این بذار ببینم. کلوز پین. خب. اینم کدمون پس اینپوتمون رو نوشتیم. فایل رو نمیخوام سیف کنم. به نوتمون کاری نداریم. اینپوتمون رو نوشتیم. بحث دیگه ای هم که نداریم. فعلا این یه فایل 400 خطیه. بیشترش بویلر پلیت. بیشترش اکولات باز بسته و این چیزاست. فکر میکنم که با 3-4000 خط بشه سراتر این اسمبلر رو هم آورد. امیدوارم بشه. شاید هم کمتر بشه حتی. جلسه بعدی میریم سراغ لکسیکال انالیسیس. سشن بعدی، ویدیوی بعدی هر موقع بود میریم سراغ لکسیکال انالیسیس. فعلا برای امروز خداحافظ. طبق معمول من یاسر جیان هستم. وای پروگرام رو دیدید، ویدیوی دومش رو که تصادفاً ویدیوی دوم از سری اسمبل نوشتن یه اسمبلر پیاده سازی یه اسمبلرمون بود به اسم YAL. روزتون بخیر.